سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه دوره ریاکت در خدمتون هستم بچه جرسقه ما به کجا رسیدیم؟ این سفر ترایی کردیم اطلاعات هم گرفتیم استریم دادیم اطلاعات رو گرفتیم حالا بعد چیکار کنیم؟ حالا من میخوام کاری که انجام بدم اینه بچه ها. میخوام اینجا صرفا یه جمله ثابت نباشه میخوام مثلا میگم تایتل اون استریمی که قرار پاکش هم اینجا نمایش داده بشه اوکی. باز بچه یه رفتاری مشابه رفتار استریم ادیت ما داریم. ما تو استریم ادیت هم بچه وقتی فیج زدیم اطلاعات رو گرفتیم چیکار کردیم؟ اومدیم اطلاعات رو اینجا نمایش داریم توی صفحه مون. درسته؟ چجور این کار کردیم؟ اومدیم یه مپ ستو پرافز تعریف کردیم و اونو اون اون اطلاعات رو از استیت گرفتیم و نمایش دادیم جو... چه اتفاقی میفتیم اینجا بچه هم؟ بده من این روال کلیش رو که بهتون بگم کاربر من توی... توی, صفحه اصلی رو دکمه دیلیت کلیک میکنه جلوی استریم فرایند اینجوریه بذار من اصلا تو نطبت بنویسم براتون اوکی خب کاربر من روی دکمه دیلیت کلیک میکنه کلیک روی دکمه دیلیت مرحله بعدی یه صفحه جدیدی باز میشه به نام استریم دیلیت که یو تو یو آیدی اون استریم وجود داره باز شدن صفحه این. فینگش میزم دیلیت که آیدی در آدرس وجود دارد مرحله بعدی وقتی کامپوننت استریم دیلیت میاد بالا صفحه استریم دیلیت باز میشه میره ریکوست میزنه اطلاعات اون استریمه رو میگیره فچ استریم نوشتیم ابتدای باز شدن صفحه دیلیت درخواستی زده می شود و اطلاعات استریم آن آیدی دریافت می شود حالا ما یه اکشن تریگر کردیم یه اکشن رو فعال کردیم رفتم اون ریکوستر رو زده خب اکشن چی بود؟ چه اسمش؟ فیچ استریم حالا ما برای که بخوایم اطلاعات یک اکشن رو داشته باشیم توی صفحمون، به چی نیاز داریم بچه این اکشنه میره داخل این ریدیوسره بچه ها ریدیوسره من کجا میره داخل این ریدیوسره اینجا خب این استریمر رو من میخوام بچه درسته این اکشنی که من اینجا نوشتم میاد اینجا دیگه میاد تو این ریدیوسرم من این استریمر رو میخوام که از داخل این لیست استریمه اون استریم منتناظر با اون آیدی رو من میخوام دقیقا همین کاری که تو اینجا کردیم بچه ها من یه مپ استیت تو پراپس نوشتم که اون استیت رو از ریدیوس میاره تبدیلش میکنه به پراپس من توی صفحه پراپس رو دارم اما استیتی که میاره از توی ریدیوسر بچا یه لیستی از استریماست من فقط یه استریم میخوام پس باید آیدیشو رو بهش بدم آیدی رو میدم به این آرایهه اون رو برمیگرده داخل متغیری به نام استریم و من استریم رو داخل صفحه هم دارم توی صفحه می پراپس داد استریم پس بچه من همین رو کپی میکنم دقیقا بذار اصلا اینجا کپی کنم این یه تیکر کامل کپی میکنم میرم تو استریم دیلیت میرم تو پایین صفحه اینجا پیستش میکنم فقط چیکار کنم تغییر بدم این دیگه استریم ادیت نیست استریم دیلیت درسته ایناش که همونه اینم که همونه ما تو فچ استریم اد است... استریم رو نمیخوام اینجا و استریم دیلیت حالا من بچه ها اطلاعات اون استریم به خصوص هم رو داخل اینجا بوس... به صورت پراپس دارم حالا فقط کافی اینجا پراپس رو بیم اینجا نمایش بدم اینجا اوکی حالا اینجا میخوام یه کار بکنم به جای که اینجا بیام بنویسم بچه همچی چیزی بیام بنویسم uh, props... دیز دات پروپس دات مثلا تایتلی همچی چیزی خوب میام چیکار میکنم یه helper فانکشن بالا تعریف میکنم اونم میندازم گردن helper فانکشن خوب، میام بیرون از رندر helper فانکشن تعریف میکنم اسمش رو رندر content خوب یه if می اول میگم اگر هنوز این پراپس نیامده بود یعنی اون ابتدای امری بود که ریکوست داده بود هنوز دقیقا اطلاعات استریم رو نگرفته بودی ریتن کن همین جمله رو کن اگر هنوز اطلاعات استریم رو نگرفته یه حالت لودینگه بچه یه پیغام لودینگه خب اگه اطلاعات هنوز نگرفته بودی اما اگه گرفته بودی ریترن کن اینو ریترن کن آیو وان شو یو تو دیلیت دیز استریم دیز استریم دیگه نمیشه میشه آیو شو یو وان تو دیلیت استریم ویت تایتل دو نقطه اینجا یه دانه دالر ساین یه دانه از اینا دیز دات پراپس دات استریم منو ببندم داد تایتل اوکی پس بچه این متد رندر کانتنت من میاد چک میکنه اگر اون اول کار باشه که هنوز ریکوست زده نشده یا زده شده جواب نگرفته اینو نماش میده اگر جواب استریم اومده باشه اینو ریترن میکنه اوکی okay. حالا من فرق کافیه اینجا این جمله رو پاک کنم اونو بنویسم دیز داد رندر کانتنت بسیار عالی بریم یه چکش بکنیم بچه ها یک کنیم اومدش بچه بریم صفحه قبلی من الان مایستریم دو رو میزنم دیلیت مایستریم دو کنسول رو باز کنیم خطای چیزی که نداریم او یه خطا داریم خطای کجا می کامپوننت این صداف. کامپوننت اینستا کامپوننت فرام رندر یه جای جدید اومده بچه آه من اینجا چرا نوشتم ببخشید بچه ها نه همینجاست دیگه درسته درسته بخشید نه درسته همینجاست content اکشنز درسته خب بچه چیز دیگه بچه حالا این، اینو فلا دست نگه من اینو درست میکنم توی این صفحه من بچه ها این پشت زمینه رو نگاه کن یه استریم دیلیت نوشته این یه چیز بی خودیه دلیل نداره این پشت بینید اصلا نیاز ندارم بیم اینو پاکش کنیم اینه اینه اینو پاک میکنم خب این دیوار هم دیگه لازم نداریم چون یه خود مدال هست دیگه پس اینو پاک میکنیم اینم لازم نداریم یه رفرش میکنم اون ایرور هم رفت بچه اصلا مال همین بود اوکی مال همین بود خیلی خب این هم وزیم. مونده دیلیت استیریم وصلش کنیم به این دکمه دیلیت و تمام خب بریم ساخت این دوتا دکمه بچه هم دیلیت هم کنسل اول اون کنسل که راحت تره وقتی کنسل رو میزنیم باید چه اتفاق بیافته بعد برگرده به صفحه قبلی صفحه ای که در لیست استریم هست درسته خیلی ساده بچه ها تو صفحه استریم دیلیت این دکمه کنسل به جای باتن میکنم شی بچا لینک لینک به کجا به اسلش تمام این وقتی روی این کلیک بشه لینک میشه میاد اینجا این دیگه هیچ کاری نمیخواد می تستش بکنیم آن لینک رو ایمپورت نکردم بچه این بالا با لینک هم ایمپورت کنم از کجا بچه ایمپورت لینک from react روتر دام خب کنسل درست داره کار میکن بریم سوال دیلیت من میخوام رو میزنم این اکشن دیلیت استریم فراخونی بشه میام تو اکشن ها اکشن دیلیت استریم این دیلیت استریم بچه ها یه یعنی چیزی هم میخوام اینجا تغییر کنم میخوام مثل اینا چا وقتی دیت کارش تموم شد برگرده به صفحه قبلی پس اینو آخرش اضافه میکنم مثل دقیقا مثل بالایی این تنه تغییری که اینجا باید بدیم اینو کار نداریم میام اینجا میخوام باتمه زده شد یه متد آن کلیک روش بنویسم مساوی فانکشن که چی اجرا بکنه شد که چی اجرا بکنه تیز داد داد استریم دیلیت استریم دلیت استریم دلیت استریم بچه یه پارامتر ورودی داره یادتون باشه یه دون آیدی میخواد این آیدی رو هم بعد اینجا بهش بدم آیدی چیه اینه برای اینکه بچه اینجوری طولانی نشه یه بار یه کار بکنید این بالا یه دونه کانست متغیر طرف کنم برام کانست ID مساوی این هم میتونید اینجوری بنویسید من اینو چیز میکنم کامنت میکنم هم میتونید اینجوری بنویسید بچه کانست کانست اصطلاح میگن دی اکس کنید بچه ها مساوی دیز داد پراپس داد مش داد ادامه چی بود پرامس آیدیش رو دیگه نمیخواد این دوتا با هم معادل هم اوکی این دوتا با هم معادل هیچ فرق هم حالا میتونیم اینجا فرق بنویسم آیدی این از این این هم که آوردیم هانی چرا این اینجوری فرق هانی آه این پایین دیویت استیریم رو ننوشتم بچه این پایین هم اضافهش میکنیم و تمام خب بریم یه تست بکنیم از اول بچه ها یا اول شده پارامزه میگه اشتباه گفتم اینو آخرش تو نوشتم بدونم چیش اشتباه نوشتم آم مچ پارامز مچ بعد پارامزه مشکل نداشت خب میام اینجا یه رفرش الان میخوام اینو پاک کنم یا اینو بزنید پاک کنم ما استیلیم به دو رو دیلیت دیلیت پاک شد بچه ریکوستش هم اگه ببینیم نتفورک نیا کرد بچه هم. این بریم تو دیتابیس هم چک بکنیم بچه ها الان ما استریم رو من داشته باشم استریم پچ استریم فلان ما استریم می ما استریم دو رو دیگه ندارم بچه پس پاک شد خیلی خوب بچه اینم تموم شد بریم بیام جلسه بعدی ادامه پروژه در خدمتتون باشم فعلا خداحافظ